جان کری وزیر خارجه آمریکا که همچنان در جریان مذاکرات اتمی گروه پنج یک با ایران در وین به سر میبرد گفته است هنوز زود است که در مورد نهایی شدن توافق اتمی اطمینان داشت آقای کری روز دوشنبه پس از دیدار با یوکیو آمانو دبیرکل کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت ما همچنان مشغول کار هستیم و هنوز برای داشتن هر قضاوتی زود است انتظار می‌رود دیدار روز سه‌شنبه سیوم جوان میان آقای کری و سرگئی لاوروف به نزدیک شدن مواضع روسیه و آمریکا در برابر ایران کمک کند آقای لاوروف روز دوشنبه هشتم تیر ماه گفت در پی گفتگوی تلفنی هفته گذشته رهبران دو کشور روز سهشنبه با وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو خواهد کرد در تحول دیگر صبح امروز علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران و مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد وین شدند حضور آقای صالحی که از چهرهای نزدیک به علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی است و به دلیل بیماری از ادامه مذاکرات بازمانده بود به معنای ارتباط نزدیکتر تیم مذاکره کننده ایران با رهبر جمهوری اسلامی تلقی شده است. پیش از این معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود آقای صالحی به دلیل شرایط نامناسب جسمانی در مذاکرات شرکت نمی کند. در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته است طرف های مذاکره در وین روز یکشنبه توافق کردند که تاریخ جدیدی برای پایان مذاکرات حسیه ایران تعیین نکنند. ضرب که قبلا برای رسیدن به توافق جامع با ایران تعیین شده بود امروز به پایان رسید اما نمایندگان ایران و کشورهای پنج به یک اعلام کرده بودند که مذاکرات در مهلت تعیین شده تمام نمی شود و احتمالا تا چند روز بعد از آن ادامه خواهد داشت لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که روز یک شنبه محل مذاکرات را ترک کرده بود در نیویورک به خبرنگاران گفت که این هفته دوباره به وین بر خواهد گشت. آقای فابیوس درباره روند مذاکرات گفت ایرانی ها به طور مشخص درباره جزئیات دقیق رفع تحریم ها سوال دارند و اینکه چطور کار می کند؟ و ما هم در طرف پنج بعد و یک سوالات دقیقی از آنها داریم. و با بیان اینکه یک توافق خوب را به نبود یک توافق با ایران ترجیح می دهد گفته است هیچ توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران شکل نخواهد گرفت اگر طرفین بر سر همه مسائل و نکات با یکدیگر به توافق نرسند در تعامل دیگر روز دوشنبه هشتم تیر ماه، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که قدرت های جهانی پیشنهادی را برای حل مسئله بازرسی ها از مراکز مزنون اتمی ایران مطرح کردند مسئله بازرسی از مراکز حساس ایران از جمله مراکز مزنون نظامی از جمله موارد مورد اختلاف در روند مذاکرات است به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت فرایندی را طراحی کردیم که به عقیده ما دسترسی های لازم را برای آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند. این مقام آمریکایی گفته است نقطه آغاز ما این نیست که باید بتوانیم به همه مراکز نظامی راه پیدا کنیم چون ایالات متحده آمریکا هم اجازه دسترسی به همه مراکز نظامیش را نمیدهد این اصلا درست نیست و جزئیات بیشتری نداد اما یک مقام دیگر به این خبرگزاری گفت که این پیشنهاد بخشی از تفاهم دوم آوریل لوزان است در ایران نیز غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران زیر بار زیادی خواهی های طرف مذاکره کننده نخواهد رفت. آقای حداد عادل گفته است ما خواهان توافقی هستیم که عزت، منافع ملی و حقوق ما در آن رعایت شود و اگر آنان به دنبال آنند که به بهانه مذاکره راه مداخله در امور ایران را پیدا کنند، اشتباه می کنند. آقای حداد عادل گفته منطقی عمل کنند تا منطقی جواب بشنوند. در پی انفجار مهیب یک خودرو در صنعا دست کم 28 نفر جان خود را از دست دادند بر اساس گزارش ها و به نقل از محافل امنیتی یمن دو تن از رهبران شیعیان حوسی هدف این حمله بودند هنگام انفجار مقابل خانه آنها در مرکز شهر صنعا جمعیت زیادی حضور داشتند که برای عزاداری گرد آمده بودند هشت زن از جمله قربانیان این حادثه بودند به نقل از شاهدان عینی شورشیان حوسی محل حادثه در مرکز شهر صنعا را مسدود کردند تروریست های دولت اسلامی در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر کردند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که لانه شیعیان در صنعا هدف حمله ها بوده است این گروه چند روز پیش نیز مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در کویت را بر عهده گرفت که به کشته شدن 26 و زخمی شدن 227 نفر انجامید خبرگزاری اسوشیلت پرس از قول مقام های امنیتی نزدیک به حوسی های یمن گفته است این انفجار خانه های چندین رهبر حوسی را هدف گرفته بود آنها شمار دقیق کشته شدگان و مجروحان را اعلام نکردند در این حال در این گزارش وضعیت رهبرانی که خانه هایشان هدف قرار گرفته بود نیز مشخص نشده است شبکه خبری ناظر بر امور امنیتی در جهان SITE نیز به یک پست توییتری از سوی حکومت خودخوانده اسلامی اشاره کرده که در آن مسئولیت انفجار بر عهده گرفته شده است در این پست محل انفجار نزدیک یک بیمارستان نظامی عنوان شده است در خبری دیگر شورشیان یمن در بیانیه‌ای رسمی گفتند که بار دیگر یک موشک اسکاد به خاک عربستان پرتاب کردند این دومین بار است که شورشیان حوسی از پرتاب موشک اسکات به سوی عربستان سعودی خبر میدهند خبرگزاری رویترز میگوید این بیانیه را ژنرال شرف لقمان یک سخنگوی نظامی در اختیار خبرگزاری رسمی یمن که در کنترل حوسی هاست گذاشته است این در حالی است که خبرنگاران کانال های تلویزیونی العربیه الحدث و الجزیره با پخش گزارشهایی از منطقه سقوط موشک ادعای حوسی ها آشکار ساختند که ادعای آنها صحت ندارد و اصولا موشکی به این سوشلیک نشده است ناظران میگویند اگر فقط ده درصد آنچه دستگاه های خبری جمهوری اسلامی و وابستگانش در یمن از ابتدای درگیری ها عنوان کردهاند حقیقت داشت امروز نیروهای حوسی باید در اطراف مکه مشغول جنگ بودند مبالغه در گزارش تلفات نیروهای اعتلاف و طرفداران دولت قانونی یمن از ویژگی های این نو گزارش هاست. سقوط یک فروند هواپیمای باری ارتش اندونزی بر یک منطقه مسکونی در یکی از شهرهای بزرگ این کشور دستکم کم 43 کشته بر جای گذاشته و آمار تلفات همچنان رو به افزایش است. هواپیمای C130 متعلق به نیروی هوایی اندونزی ساعت 12 و 8 دقیقه ظهر به وقت محلی روز سهشنبه نهم تیر ماه تنها دو دقیقه پس از برخواستن از باند فرودگاه نظامی سوو و در حالی که فقط 5 کیلومتر از فرودگاه دور شده بود سقوط کرد با سقوط هرکولوس بر مدان سومین شهر بزرگ اندونزی در جزیره سوماترا ساختمان های مسکونی محل حادثه متحمل ویرانی های شدید شدند و خودروهای سواری بسیاری نیز آسیب دیدند بنابر اعلامیه ارتش اندونزی هواپیما حامل دوازده خدمه بوده اما خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار خدمه را 17 نفر اعلام کرده است بر اساس گزارش آسوشیتد پرس ژنرال آگوس سوپیرانتا فرمانده نیروی هوایی اندونزی تایید کرده که خلبان هواپیما بلافاصله پس از برخواستن در تماس با برج کنترل درخواست بازگشت کرد و از وجود مشکل در موتور خبر داد و لحظه‌ای پس از پرواز به سوی راست با دف بازگشت سقوط رخ داد. ده سال پیش نیست شهر اندونزیایی مدان شاهد یک سقوط پرتلفات هواپیما بود. در آن حادثه اصابت هواپیمای تازه برخواسته از باند فرودگاه در یکی از هومه های پرجمعیت شهر دستکم کم 150 مسافر خدمه پروازی و ساکنان خانه را کشت. مدان بزرگترین شهر خارج از جزیره جاوا و مرکز تجاری اندونزی به حساب می آید. در سال 2012 نیز سقوط یک هواپیمای نظامی ارتش این کشور از نوع فوکر 27 نیز بر یک منطقه مسکونی در جاکارتا پایتخت 11 کشته بر جای گذاشته بود اما تنها دو ماه پیش بود یک جنگنده اف 16 نیروی هوایی اندونزی کوتاه زمانی پس از برخواستن از باند فرودگاه نظامی پایتخت آتش گرفت که خلبان با چتر نجات خود را از شعله درگرفته در گرفته در هواپیما به بیرون پرتاب کرد هرچند که مج... مجروح شد. مسافربری اندونزی پیشینه بدی در سقوط هواپیما دارد. چندی پیش نیز هواپیمای مسافربری اندونزیایی شرکت ایر آسیا در مسیر سورابایا یکی از شهرهای این کشور به سوی سنگاپور سقوط کرد و 162 کشته بر جای گذاشت. رهبران اتحادیه اروپا به یونان هشدار دادند که رد پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی این کشور در یک همه پرسی در روز یکشنبه به معنی ترک حوزه یورو خواهد بود در همه پرسی روز یکشنبه آینده یونانی ها قرار است به این پرسش پاسخ دهند که آیا شرایط ویژه وام یونان برای ارائه طرح نجات مالی را میپذیرند یا نه وزیر دارایی آلمان گفت این همه پرسی معادل رعی آری یا نه به حوزه یورو است آلکسی سیپراس نخست وزیر یونان خواستار رعی منفی شده اما اصرار میورزد که خواهان ماندن کشورش در حوزه یورو است گفتگوها میان یونان و اعتبار دهندگان به این کشور هفته پیش بی نتیجه ماند که باعث شد بانک های یونان این هفته کار نکنند بازارهای بورس جهان روز دوشنبه شاهد افت جدی شاخص سهام بودند که به دلیل تحولات یونان بود ماتا اورنزی نخست وزیر ایتالیا گفت که مردم یونان بین یورو و دراخما واحد پول پیشین یونان یکی را انتخاب می کنند و فرانس باولاند رئیس جمهوری فرانسه هم نظر مشابهی ابراز کرده است جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا گفته خروج یونان باعث شوکی عمیق خواهد شد و بریتانیا نباید عوارض جانبی آن را نادیده بگیرد آقای آزبورن گفت که بازنشستگان بریتانیایی در یونان همچنان حقوق خود را دریافت خواهند کرد اما مسافران بریتانیایی باید یوروی بیشتری با خود حمل کنند ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی پیشتر گفت که او احساس می کند یونان با خودبینی بیش از حد در جریان مذاکراتی که شکست خود به او خیانت کرده است کمیسیون اروپایی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین پول خواستار اصلاحات اقتصادی در یونان در ازای ارائه وام تازه به این کشور هستند بانک مرکزی اروپا در نشست یکشنبه تصمیم گرفت میزان کمک استراری به یونان را افزایش ندهد سقف فعلی کمک های اضطراری بانک مرکزی اروپا 89 میلیارد یورو است و تصور می شود که تقریبا همه این پول قبلا توضیع شده باشد در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا یونان گفت که بانک هایش تا روز ششم ژوئیه تعطیل خواهند بود دستگاه های خودپرداز اکنون در حال بازگشایی است اما مشتریها فقط می توانند تا حدی حد از آن پول بکشند وزیر ترابری یونان اعلام کرد که در این هفته حمل و نقل عمومی در ناحیه آتن رایگان خواهد بود یورو در معاملات صبح دوشنبه دو درصد در برابر دلار آمریکا افت کرد اما بعدا بخشی از این افت را جبران کرد بازار بورس آتن هم به عنوان بخشی از تدابیر اضطراری تعطیل است بعضی از مردم میگویند به علت کمبود نقدینگی به داد و ستد اجناس روی آوردند رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به خبر گم شدن یک دکل نفتی در دوره وزارت او واکنش نشان داده است. آقای قاسمی در این خصوص گفته است، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود آقای قاسمی گفت دکل حفاری دریایی حداقل پنجاه نفر خدمه دارد و جابجایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم شدن یک دکل معنایی ندارد وزیر سابق نفت گفت باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکتهای پیمانکاری است. روز سه شنبه دوم تیر بیژن زنگنه وزیر نفت گزارش های منتشر شده در مورد مفقود شدن یک دکل نفتی را تایید کرد. این دکل در دولت احمدی نژاد از یک شرکت خارجی خریداری شده بود. مهرماه سال گذشته نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفته بود یک دکل نفتی به ارزش 87 میلیون دلار در سال 90 از یک شرکت ای خریداری شده اما در نهایت به ایران تحویل نشده و در یکی از کشورهای همسایه ایران به کار گرفته شده است. اکنون آقای قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد میگوید شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می کند و بر اساس آنچه مدیرامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کردهاند و زمانت های لازم را نیز دریافت کردهاند. وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد گفت ظاهرا به دلایلی برای تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شده است که پرونده آن در دادگاه داوری بین المللی در حال رسیدگی است و به صورت همزمان دستگاه های نظارتی داخلی نیز مشغول پیگیری آن هستند. آقای قاسمی گفت عملکرد شرکت های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در این حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن اکسل عمل نشان دهیم. وزیر سابق نفت گفت اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی یا دیگر شرکت های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و مطالبه ما هم از دستگاه قضا همین است. در حالی که رسانه ها در روزهای اخیر کوشیدند تا ماجرای گم شدن دکل نفتی را روشن کنند وزیر نفت سابق ایران گفته است که رسانه کردن چنین مواردی قبل از رسیدگی در دادگاه بین المللی و داخلی را چندان منطقی نمی داند. گفته می شود به علت باجگیری عوامل رستم قاسمی و عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی به شرکت مالک دکل این شرکت با حکم دادگاه به توقیف این دکل اقدام کرده است. سرهنگ استیو سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت با آنکه داعش یک چهارم مناطق تحت کنترلش را از زمان آغاز تهاجمات در عراق از دست داده همچنان یک تهدید به شمار می رود به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه 8 تیر گفت که این گروه یک چهارم مناطقی را که در اوج تاخت و تازهای خود تصرف کرده بود از دست داده است آقای وارن در این حال بر شکست ها و عقب نشینی های داعش در مناطقی در شمال سوریه در پی پیش روی های اخیر نیروهای عمدتا کرد آن کشور تأکید کرده است گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان موسل را که سال پیش ابوبکر بغدادی در آن اعلام خلافت کرد در کنترل دارد و نیز به تازگی کنترل رمادی مرکز انبار بزرگترین استان عراق را نیز در دست گرفته است آقای وارن گفت نبردی سخت در جریان است سال پیش هم گفتیم که انتظار داریم این نبرد برای بیرون راندن داعش از عراق سالها طول بکشد سخنگوی پنتاگون حمله اخیر حکومت خودخوانده اسلامی به شهر عمدتا کردنشین کوبانی در شمال سوریه را محدود توصیف کرده و میگوید نیروهای محلی و حملات هوایی اطلاف به رهبری آمریکا آنها را از منطقه بیرون رانده است همزمان در بریتانیا دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه هشت تیر گفت عوامل داعش که در سوریه و عراق به فعالیت میپردازند برای اجرای حملاتی در بریتانیا نقشه های هولناکی میکشند به گزارش خبرگزاری رویترز کمرون تأکید کرده است که داعش خطری حیاتی برای غرب است آقای کمرون این اظهارات را پس از حمله یک تندروی مسلح در تونس که به کشته شدن سی بریتانیایی انجامید بیان کرده داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است حمله ی روز جمعه علیه گردشگران در تونس از سوی برخی از سیاستمداران بریتانیایی بدترین حمله علیه شهروندان این کشور پس از حملات تروریستی 2005 لندن به شمار آمده است. نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با رادیوی بی بی سی گفت داعش یک خطر حیاتی است. آنچه که در آنجا اتفاق می تحریفی از یک دین بزرگ و آفریدن گروه مرگ است که بسیاری از جوانان را به گمراهی کشنده است. آقای کمرون گفت در عراق و سوریه کسانی هستند که برای انجام اعمالی هولناک در بریتانیا و غیره نقشه میکشند تا زمانی که داعش در این دو کشور وجود دارد ما در وضع خطرناکی به سر میبریم نگرانی از گسترش فعالیت گروه داعش موجب وضع حالت فوق العاده در بریتانیا شده است در همین حال پلیس بریتانیا گفته است یکی از بزرگترین عملیات مبارزه با تروریسم خود را پس از کشته شدن گردشگران این کشور در تونس انجام داده است آقای کمرون با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه دیلی تلگراف از مقامات کشورش خواست که با تندروهایی که در بریتانیا زندگی می‌کنند سختتر رفتار کنند نخست وزیر بریتانیا افزود نباید با کسانی که اهل تسامح نیستند مدارا کنیم و کسانی را که افکارشان تایید کننده تندرویست بپذیریم از سوی دیگر در ایران یحیی رحیم صفوی مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران به گروه داعش هشدار داده که در صورت نزدیک شدن به اماکن مقدس شیعه در عراق با این گروه به طور مستقیم وارد جنگ خواهد شد یحیی رحیم صفوی عصر روز یکشنبه هفت تیر گفت داعشی ها میخواستند به سمت عتبات عالیات بیایند و به آنها پیغام دادیم اگر نزدیک این اماکن مقدس مسلمانان در عراق شوید خودمان مستقیم وارد میدان شده و میدانید که توان مقابله با بسیجیان ایرانی را ندارید مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر ایران در ادامه از حمایت جمهوری اسلامی از دولتهای سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی دفاع کرده و گفته است برخی از جوانان میپرسند چرا ما باید از عراق و سوریه حمایت کنیم و من پاسخ میدهم که اگر با این داعشی های جنایتکار که هیچ دین و ایمانی ندارند در آن سوی مرزها نجنگیده و امنیت کشورمان را در این مناطق تأمین نکنیم باید با این تروریست ها در کنار مرزهای خود بجنگیم رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی خبر داد اصلاح طلبان با یک لیست مشترک به صحنه انتخابات مجلس خواهند آمد تا از تشتت افکار عمومی در انتخاب نهایی ممانعت به عمل آید آقای منتجب نیا در تشریح آخرین وضعیت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس گفت آنچه اصلاح طلبان در نظر دارند انسجام و اتحاد جبهه اصلاحات است. آقای منتجب نیا گفت بیشک جریان اصلاحات برای جذب آرای مردمی مشکلی ندارد و فکر می کنیم با اقبال بیشتری نسبت به طرف مقابل روبرو خواهیم شد. اما تنها مشکل پیش روی مسئله احراز صلاحیت هاست که وضعیت آن مشخص نیست. قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت خوشبختانه امروز تمام بزرگان اصلاحات به این نتیجه رسیدند که احزاب را فعال کنند و تصمیمگیری را بر عهده خود احزاب بگذارند و شورای هماهنگی تنها نقش نظارتی خواهد داشت. آقای منتجب نیا با اشاره به جلسه ی روز سهشنبه ی هفته ی اخیر با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت آقای خاتمی تأکید ویژه‌ای بر لزوم فعالیت احزاب داشتند و اعلام کردند نه شورای هماهنگی اصلاحات و نه کمیته ی انتخابات و نه خودشان نباید در امور و فعالیت احزاب دخالت کنند. آقای منتجب نیا گفته است که آقای خاتمی معکدا خواستار عدم دخالت مسئولان از تهران در فعالیت های احزاب در شهرستان ها شده است. قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت با وجود آنکه نسبت به تصمیم ممنوعیت رسانه ای اعمال شده علیه رهبر جریان اصلاحات گلایه داریم اما این مسئله همچون سال 92 در عملکرد انتخاباتی اصلاح طلبان خلالی ایجاد نخواهد کرد زیرا تا زمانی که شخصیتی جایگاهی مستحکم میان مردم داشته باشد نیازی به پایگاه رسانه ای نیست. در خبری دیگر ابراهیم یزدی دبیر کل نهزت آزادی گفت فشار افکار عمومی و نیروهای مردمی علاقمند برای شرکت در انتخابات فضا را برای حضور اصلاح طلبان مساعد خواهد کرد همانطور که در انتخابات خورداد 92 مردم به صحنه آمدند و با توجه به شعارها و تعهدات روحانی به او رأی دادند آقای یزدی گفت فکر می کنم برخی محدودیت ها همچون ممنوع تصویری آقای خاتمی ماندگار نیست و این اقدام پس گرفته شود چرا که مستندات قانونی این موضوع هنوز مشخص نیست دبیر کل نهزت آزادی همچنین گفت نمیتوان هیچ کس را از صحنه سیاسی خارج کرد. ادعی فکر کنند اگر عکس و نام رقبایشان روی روزنامه ها نیاید فراموش می شوند در حالی که چنین نیست و رئیس دولت اصلاحات از ذهن مردم پاک شدنی نیست. این خبرها در حالی منتشر می شود که در هفته اخیر در پی حضور در چند میهمانی افتار در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبرها و تصاویری از دیدار چهره های اصلاح طلب و محمد خاتمی در رسانه های ایران منتشر شده است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید در سه نخست سال 94 امنیت این استان در بهترین شرایط قرار داشته است آقای میرشکاری با اشاره به دستگیری هشام عزیزی با اسم مستعار ابو حفظ البلوشی رهبر گروه انصار الفرقان توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است امسال توفیقات بسیار خوبی در مباحث امنیتی در سیستان و بلوچستان کسب شده است. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گروه انصار الفرغان را مسئول ترور راهبندی و ایجاد رعب و وحشت در سیستان و بلوچستان دانست و گفت با انهدام این گروه مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شده است. او تصریح کرد سال گذشته امنیت استان در بهترین شرایط قرار داشته و امسال نیز وضعیت امنیتی منطقه مطلوب و مثبت می شود. این مصاحبه یک روز پس از آن منتشر شد که فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مرزبان هنگ مرزی سرابان در درگیری با قاچاقچیان مسلح خبر داد. سرتیب روحان بخش حبیبی اعلام کرد که این هنگ مرزی از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله به داخل کشور آگاه شده و آنها را محاصره کرده بودند که آنها بدون توجه به هشدارهای پلیس به سمت معموران تیراندازی کردند. به گفته فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در این حادثه سطفان دوم اسحاق سیاسر مقدم کشته شده است. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تأکید کرده ایران اعتراض شدید خود را به پاکستان به دلیل عدم نظارت و کنترل مرزها و همچنین کمرنگ بودن مقابل با فعالیت گروهک ها و قاچاقچیان مسلح به این کشور اعلام کرده است. تاکید معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بر وضعیت مطلوب امنیتی این بخش از ایران در سال جاری نیست در حالی است که از اول فروردین ماه سال 94 تا کنون درگیری های مسلحانه مختلفی در این استان رخ داده است از فروردین ماه تا کنون هشت مرزبان ایرانی در منطقه پیشین و با حکلات سیستان و بلوچستان در جریان حمله افراد مسلح کشته شدند دو مامور مخابراتی سپاه پاسداران نیز در شهرستان مهرستان ترور شدند و تعقیب یک خودروی حامل سوخت قاچاق در ایران شهر توسط ماموران امنیتی و واژگون شدن این خودرو و مرگ راننده آن نیز موجب هایی در این شهر شد.